یک قصر و هزار دریچه. شنوندای گرامی سلام، برنامه یک قصر و هزار دریچه را میشنوین. آیا در مورد مهتاب گرفتگی معلومات دارین؟ چرا میگن مهتاب گرفته شده؟ ایره به خاطر پرسان کردم که لالو ماما امروز دمی باره بر مهمانایش یک دریچه باز میکنه. یادم باشه که در ادامه برنامه دریچه های دگام با موضوعات جالب داریم. زرمینه خوار، تو گوش بگی چطور سر صدا هست؟ الهام بی 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 بی، از کلکین بیرونه بی بی، ماتاو گرفته شده، مردم با می خاطر سر و صدا دارن. بیا که ماتوم دولی بریم. وی الهام بی بی که ماتاو چطور سیاه و تاریک شده، اگر نه دیگه شوا چی خوب روشنی داشت. زرمینه، امی ماتاو چی رقم گرفته میشه؟ ما چی بفهمم؟ تو هم یکان دفعه بی وقت درباره هر چیز پرسان میکنی. نشنیدی که میگن پرسان کردن عیب نیست؟ اگه نمیفهمی بگو نمیفهمم. خو امی تو خوش، نمیفهمم که چرا موتو گرفته میشه. خی که این حالا تو هم نمیفهمی، صبح وقت میریم پیش لالو ماما که بر ما دمی باره یک دریچه باز کنه. خو سعیس میریم. زرمینه، اینو در باغ قصر خو رسیدیم، مگم لالو ماما معلوم نمیشه. الهام بیازر، چشمایتم سعی نمیبینه. خوب بیبی، او نه، پیش دروازه دالیز قصر است. خو، باش که صدایش کنم. لالو ماما، سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین. خوش باشی لالو ماما. چطور که در صبح وقتون قصر آمدین؟ لالو ماما، امی الهام یک سوال داره، شو تا صبح خوش نبرده. چی سوال داری الهام جان؟ لالو ماما، داخل دالیز قصر بریم باز برات نگام. صحیح، بریم. خو الهام جان، اینا داخل دالیز قصر خو آمدیم، بگو که چی سوال داری؟ لالو ماما، دیشب خود دیدی که ماتاو گرفته شده بود؟ آه دیدم. سوال من ای است که این ماتاو چی رقم گرفته میشه که رنگ و روشنیش تو تغییر میکنه؟ لالو ماما، منظورش ای است که درباره ماتاو گرفتگی بر ما یک دریچه باز کنی. خو، حال فهمیدم که چرا قصر به وقت آمدین؟ چرا نه؟ اینا یام دریچه. شنوندای عزیز سلام، من خبر رسانک قصر استم و امروز هم یک موضوع جدید براتان دارم. آیا شما هم گاهی دیدین که رنگ مهتاب تاریک شده باشه یا به گفته مردم مهتاب گرفته شده باشه؟ میفهمین که دلیلش چی است؟ خی بیاین که اول گپای یک تعداد دوستای ما را بشنویم که درباره مهتاب گرفتگی اونا چی نظر دارن. شایسته، مهتاب وقت گرفته میشه که آسمان تاریک میشه و مهتاب سرخ میگرده. باز کلانای ما میخیزن، نماز میخوانن، وضو میکنن، دعا میکنن، به بارش خبر ندارن. خو کلانای ما میفهمه، خودم دیگه نمیفهمه. مهتاب گرفته میشه هفته و زیر زمین شد، سایه زمین سر مهتاب میشه. نبیلا، زمانی که مهتاب گرفته میشد از طرف خداوند میباشد و یک نشانی از خداوند میباشد تا انسان ها از کارهای بد و زشتی جلوگیری شود. دوستای خوب، نظر یک تعداد جوانا را شنیدیم که درباره مهتاب گرفتگی نظریات مختلف داشتن. خویی که مهتاب گرفتگی چطور واقع میشه و دلیلش چی است؟ بریم گپای یک جوانه به نام وکیل احمد عزیزی بشنویم که درباره مسائل ستاره شناسی تحقیق میکنه. مهتاب که است از خودش نور ندارد و کدام نوری که ما از مهتاب میبینیم نوری منعکس شده آفتاب است. در اصل وقتی که زمین در بین آفتاب و مهتاب واقع شود، در این صورت صبح واقع می شود. در گپای عزیزی شنیدیم که گفت مهتاب از خود روشنی نداره. زمانی که آفتاب، مهتاب و زمین در یک خط مستقیم طور قرار بگیرن که زمین بین آفتاب و مهتاب واقع شوه، این کار سبب میشه که نور آفتاب به مهتاب نرسه و هم سایه زمین بالای مهتاب بیایه. اما از که مهتاب به شکل تاریک دیده میشه که ما برش خسوف یا مهتاب گرفتگی میگیم. اما سوال ای است که زمین چی وقت و چطور در بین آفتاب و مهتاب قرار میگیره؟ ما میفهمیم که مهتاب به دور زمین میچرخد و زمین به مهتاب خود به دور آفتاب میچرخد و در این صورت ما یک حرکت دورانی بیضوی داریم که در یک فاصله زمانی زمین در بین آفتاب و مهتاب واقع میشود، مه گرفتگی یا خسوف واقع میشود.
دگپای عزیزی شنیدیم که زمین با مهتاب یک جا به دور آفتاب میچرخه و در جریان همی گردش گاهی آفتاب، مهتاب و زمین در یک خط مستقیم طور قرار میگیرن که زمین بین آفتاب و مهتاب واقع میشه و مانع رسیدن روشنی آفتاب به مهتاب میشه، اما از که ما مهتاب تاریک میبینیم. دوستای خوب، در یک مجله خوانده بودم که اگه شما نزدیکای شام تیاره را که بسیار بلند حال پرواز باشه در آسمان ببینین، خود دیدین که روشنی زرد رنگ آفتاب در تیاره دیده میشه. روشنی مهتاب هم که ما در شب میبینیم امی قسم است، یعنی روشنی آفتاب است که در مهتاب دیده میشه، امو رقم که روشنی آفتاب در تیاره دیده میشه. خو لالو ماما، حالا فهمیدم که ماتاو از خود روشنی نداره. او روشنی آفتاب است که در ماتاو معلوم میشه. لالو ماما، خو امی که گفت آفتاب و مهتاب و زمین در یک خط قرار میگیرن، امیشه سعی نفهمیدم. شما چی بود؟ خیلی بیاین که امیر خود ما و شما تجربه کنیم. از چی بهتر لالو ماما؟ مگم چطور تجربه کنیم؟ اینجا خونه زمین است و نه مهتاب. نه، امراه اینی توپا و چراغی کار میکنیم. چطور لالو ماما؟ از شما چی پود؟ نه، اینی توپ که اینجا در سر میز ماندگیست، سر ازی زمین نوشته میکنم. نه، ایره تو بگی زرمینه؟ خو مره، نه گرفتم. آفرین، الهام جان، اینی توپ سرش مهتاب نوشته میکنم. اینه مهتاب، اینی را خودت بگی. خو اینه گرفتم لالو ماما. آفرین الهام جان، ایناله چند قدم پیش برو. امینجا سعیست لالو ماما. آه بیخی سعیست، ایناله دستایتان پیش بگیرین که توپا از جانتان دور باشه، مثل که دعوا باشن. اینه امو تو سعیست؟ بلکل سعیست. باش که ایناله امی برق گل کنم. اینه ای خو بیخی تاریکی شد لالو ماما. ورخطا نشین. اینه ای چراغ دستی را روشن میکنم. اینه اینال شما فکر کنین که امی چراغ دستی که در دست ما است هفته است. خو سعی از بود ازی چی میشه؟ اینال ما از این طرف روشنی چراغ مثل هفته و در توپی که مهتاب نوشته شده مندازم. ببینین اینه که روشن شد. آهای نه، مهتاب خوب روشن شد. اینال توپی که در پشتش زمین نوشته شده، در بین روشنی چراغ و توپی که مهتاب نوشته شده میایه. کم پیش بیا زرمینه جان. آفرین اینسو. اینه سعی است لالو ماما. بلکل اینه دیدم توپی که زمین نوشته شده بود بین روشنی چراغ و توپی که مهتاب نوشته شده بود آمد. توپی که مهتاب نوشته شده بود تاریک شد. اینه میره ماتاو گرفتگی میگن دیگه. اینه ما تو میباشه. آله دیگه بیخی فهمیدم لالو ماما. باش تو کمی چراغ پس روشن کنم. اینه لالو ماما، خیر ببینی فهمیدم که ماتاو گرفتگی چی هست. الهام جان، خیلی بگی دیگه امی توپ و چراغ دستی رو پس دم و زیر میز بان. مرش لالو ماما. اینه زیر همی میز. آه اوخ اوخ اوخ، اینم هانم لالو ماما. چرا الهام جان، خدای نکده ناجور خو نیستی؟ دیروز که تا این بچه قلق جنگی میکدیم، باز یک قلق در امی پشت گردنم خورد. حالا کمک درد داره. او جوان، امی قلق جنگی هم دیگه ساتیریست که شما میکنی. لالو ماما، ایه تو نمیفامه. بگید امی باره برش یک دریچه و از که که سعی بفامه. بشنو که ای قلق جنگی چقدر کار خطرناک است. اینه یام دریچه. آفیس، آفیس، این قلوخ های دیگر هم بگی اتو بزن که اصلا میشان سرشان هم بالا کرده نتانن. شمس، میگم فقط قلوخ برسان، باز بیبی که چطور شکستشان میتیم. سعید، غم نخو، برد میرسانم. آفرین شمس، تو از این طرف که تو قلوخ بزنشان، من از پشت سرشان میرم که هیچ رای گریز نداشته باشن، فهمیدی؟ برو، برو، خوب گفتی، امروز خوب سبقشان هم میتیم. من رفتم دیگه. حالا دیگه خوب مزه میته. واخ واخ، اله اله اله، کسانم چهر خورده خلو. شمس، شمس چی شده؟ حالا با خدا از چشمش خونه. حالا چی تو کنم با خدا جان؟ اخ، چطور چشمکم درد میکنه. اوف، خلو. اوف،
کمی آرام باش بچم، زخم دوخته شد، صبر کنی دوارم اینه تو سرش بانم اینه دیگه خلاص است. دکتر صاحب بسیار درد داره. الله حال نگفتی که در چی تو زخمی شدی؟ کلش از دست خودم از دکتر صاحب. چطور؟ چیزی نفهمیدم. که تو بچه ها ساتیری میکردیم، قلوخ گرفته یکی دیگر زدیم و قلوخ جنگی کردیم. یک قلوخ آمد بسیار قایم در چشمم خورد. این حال این تاوگار شدم دکتر صاحب. اوهو، این خوب بسیار بازی خطرناک است. خدا را شکر کو که کمی پایینتر در تخم چشمت نخورده بود. اگر نه خدای ناکده حال چشمت از دست داده بودی. دکتر صاحب دیگه توبه که تو ساتری خطرناک کنم. خوب شد که فهمیدی. این حال به دیگه رفیقایتان بگو که ما تو ساتری های خطرناک نکنن. میگم دکتر صاحب، به کلشان میگم. براستی هم که کلاغ جنگی ساتری خطرناک است، ما هم دیگه نمی کنم. خوش شکر که الهام هم فهمید. اینال دیگه یک دریچی دیگه هم اگه برما واس کنی لالو ماما بیخی خوبش میشه. لالو خود دوستدار جوان هست، همیشه در خدمت مهمان هست، چرا نه؟ اینه یام دریچه. بنام خدا، اسم مجینی هست. دقیق تخلص میکنم. میخوایم یک شعر برای شما بخوانش بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. آزاد شو از بند خیش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تاخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی ها پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خلقتی، تحقیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، اگر نه از نو دوباره رسم کن. تصویر را باور نکن. بر روی بوم زندگی هر چیزی میخواهی بکش، پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن. بسیار شعر خوبش بود لالو ماما. امروز بسیار گپا را فهمیده. آ لالو ماما، ما خود باره ماتو گرفتگی بیخی سعی فهمیدم که چطور زمین در بین افته و ماتو میایه و سایش سر ماتو میفته و باز مردم از زمین ماتو تاریک میبینن، میگن ماتو گرفته شده. خطر قلق جنگی را هم فهمیده. دیگه توبه کزی ساتری کنم. خی اگه اجازید باشه لالو ماما، ما دیگه میریم. ما میگم بخیر برین. یادتان باشه که امی گپایی را که یاد گرفتین با دیگه دوستایتان هم بگوین که اونا هم بفهمن. حتما میگیم لالو ماما. خی برین، پناهتان به خدا. با مان خدا. شنوندای عزیز، برنامه را که شنیدین عبدالصبور جان باز در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتان جور کرده بود. جهان ما، آینده ما.